درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و دوست داشتنی. فرهاد مجیدی شماره 7 محبوب استقلالیا مدرک مربیگری خودشو از انگلیس گرفته. به همین دلیل خبرنگارای اماراتی انتظار داشتند که مربی ایرانی اتحاد کلبا تسلط خوبی روی زبان انگلیسی داشته باشه. مجیدی هم که شروع خوبی در لیگ امارات نداشته، سعی کرد تا توی کنفرانس خبری سطح زبانش رو به رخ همه بکشه که متاسفانه خیلی موفق نبود. problem tactically some problem our team. یکی دیگه از ویدیوهایی که امروز خیلی توی فضای مجازی بازدید خورده مربوط میشه به دختری که ظاهراً بدجوری عاشق سیاوش یزدانی شده و هر روز از صبح میره سر تمرین استقلال و برای یزدانی جا پارک میگیره. شبایی اومده اینجا نشسته واسه سیاوش جا پارک میگیره. از بس هر موقع اومده جا پارک نداشته. در حالی که انتقادات به انتخاب مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال هر لحظه در حال افزایشه، سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اقدامی ناگهانی با قلم شریعت مداری نماینده ویژش توی روزنامه کیهان به دفاع از تاج پرداخت. این در حالیه که نماینده های مجلس با رهبری احمد راسینه رئیس کمیته تربیت بدنی به شدت روی تکرار انتخابات فدراسیون و حذف تاج تاکید دارند. تاج بعد از انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون اعلام کرد که مجلس فقط راسینه نیست. در واقع تاج با این حرف این پیام رو برای راسینه ارسال کرد که قرار نیست سایر نماینده ها ازش حمایت کنند. چیزی که این وسط برای خودم عجیبه اینه که دقیقاً چه اتفاقی افتاده که نماینده های مجلس دارن با یه دزد واقعی مبارزه میکنن. تنها چیزی که فعلاً به ذهنم میرسه اینه که دشمنی با تاج به معنی حمایت از یه دزد بزرگتره. احتمالاً دقیقاً همون باندی که از تاج حمایت کردن تا رئیس فدراسیون بشه، حالا به این نتیجه رسیدن که کارشون اشتباه بوده و همونا دارن سعی میکنن تا مهدی تاج رو حذف کنن. راستینه در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما هم در مورد دلیل استیضاح وزیر ورزش افشاگری کرد و هم از صدور حکم جلب برای مهدی تاج خبر داد. به نوبه خودم از صدا و سیمای عزیز که در این حوزه با روشنگری و تبیین ابعاد مختلف موضوع تلاش به تشریح اتفاق حادث شده داشته، به نوبه خودم تشکر میکنم. البته باز هم به نوبه خودم به عنوان نماینده ملت از جریحه دار شدن افکار عمومی به خاطر عدم دقت در نظارتی که باید انجام میشد توسط وزارت ورزش و جوانان و فرایند صحیحی که باید در برگزاری انتخابات شکل میگرفت و همچنین فرایند تایید صلاحیت کاندیداها، من به نوبه خودم از ملت عزیز عذرخواهی میکنم. من این نکته را عرض بکنم، بنده به عنوان نماینده مردم وظیفه دارم بر اساس سوگندی که به قرآن برای دفاع از حقوق مردم خوردیم و بر اساس قانون اساسی وظایفی که برای ما تشریح شده، ما موارد را شفاف خدمت مردم عزیزمون اعلام بکنیم. فقط آیا راستید خیلی مهلتمون کوتاه، اگه ممکنه در 30-40 ثانیه یک توضیح فرمایید ممنون میشم. آقای محمدی ببینید، بعد از اتفاقی که در پرونده ویلموتس افتاد، بنده شاکی وزارت ورزش و جوانان بودم در کمیسیون اصل 90 که در دولت قبل این پرونده به کمیسیون اصل 90 رفت. آقای تاج به عنوان رئیس فدراسیون وقت به کمیسیون اومد و متاسفانه توضیحات ایشون قانع کننده نبود. ما پرونده را فقط و فقط به خاطر ملاحظات منافع ملیمون و رأی دادگاه کرد متوقف کردیم تا تکلیف ما در دادگاه کرد مشخص بشه، که متاسفانه بعدم حکم دادگاه کرد مشخص شد که 3 میلیون یورو، 3,325,000 یورو ما متاسفانه باید پرداخت کنیم. الان حضور وزیر ورزش و جوانان در مجلس به همین دلیله؟ نه، یکی از موضوعات اینه، آقای وزیر بر اساس آنچه که در کمیسیون اومده بود و تعهدی که در قانون شرع وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان هست، مسئولیت نظارت عالی به عهده وزارت ورزش و جوانانه. بله. من سوالم اینه، ملت از ما سوال دارن چطور میشه فردی که پروندهش الان در کمیسیون اصل 90 مفتوحه، نامه ای از طرف معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران به دبیر کل محترم فدراسیون ابلاغ شده و در اون آقای تاج در چندین پرونده قرار جلب دادرسی برای صادر شده،
من فکر میکنم حقوقدانان عزیز مفهوم قرار جلب دادرسی را میدونن معناش چیه. چطور ممکنه کسی که چندین پرونده مفتوح داره و شرایط صلاحیتش به شدت زیر سواله، ما امروز یک دهیار میخواییم انتخاب بکنیم، واقعا اون دهیار بنده خدا باید از مراجع مختلف تاییدیه بگیره، بعد ما عالی‌ترین فدراسیون ورزشیمون رو با حجم انبوه هواداران به یک فردی میسپاریم که اون فرد تاییدیه صلاحیتش علامتهای سوال جدی روش هست. من متاسفم که آقای راستینه فرمایشات شما درست، اصلا بنا رو بر این بذاریم که تا اینجا همه چیم حله، ولی موضوع اینه که اساسا وزیر ورزش میتونه تو برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون دخالت مؤثر انجام بده؟ ببین آقای محمدی، اتفاقا موضوعی که الان مورد اختلافه موضوع اینه که ما از وزیر انتظارمون چی هست. اصلا ما از به وزیر نمیگیم آقا شما در انتخابات مجمع ورود بکن یا ورود نکن. خب در بند 13 قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان تأکید شده نظارت، حمایت و هماهنگی کلیه امور فدراسیون ها مسئولیتش با وزارت ورزش و جوانانه. ولی نه خود دخالت. نه اصلا بحث دخالت مطرح نیست. خب بحث اعمال وظایف نظارتی در مسیر هماهنگی امور فدراسیون هاست. بسیار. وقتی ایشون در هماهنگی امور فدراسیون متوجه میشه که خللی وارد هست و مسائلی وارد هست، وظیفه قانونی وزیر ورزش جوانانه که ورود بکنه. بسیار. اصلا ببینید، اصلا بحث ما با وزیر ورزش جوانان در خصوص انتخابات نیست، اون که اساسنامه فدراسیون تکلیف رو روشن کرده. بله. خیلی متشکرم آقای راستینه عزیز، ما فرصتمون چون خیلی محدود باشه، من خداحافظی می‌کنم و یه نکته، من فقط یه نکته، فقط در حد چند ثانیه واقعا. بله، این روزها توی شبکه صدا و سیما من دیدم افرادی اومدن گفتن به مجلس چه ربطی داره. ببینید، من واقعا به این پیشکسوتان سفارش می‌کنم یک بار وظایف نمایندگان رو بخونن. بنده به عنوان مسئول کمیته ورزش و جوانان کمیسیون فرنگی وظیفه دارم در اجرایی سازی قانون نظارت بکنم و نسبت به اجرا شدن قانون در مفاد اون نظارت کافی داشته باشم. بسیار متشکرم. ممنونم آقای راستین. شریعت مداری که همه میدونیم بدون اجازه خامنه ای آب نمیخوره و همیشه وظیفه انعکاس نظرات بیت رهبری رو بر عهده داره، با انتشار یه مقاله از تاج حمایت کرد. شریعت مداری نوشت رئیس جدید فدراسیون فوتبال اگه واقعا بخواد همونطوری که بعد از انتخاب شدنش گفته در جهت اصلاح فوتبال گام برداره و شر جریانات اختاپوسی و دلالی فاسد و اخلالگر رو از سر فوتبال کم کنه، تردید نداشته باشه که با سنگین ترین حجمه ها و هم حملات و سمپاشی ها و لجن پراکنی های رسانه‌ای غیر رسانه‌ای روبرو میشه. همونطوری که هنوز کار رو شروع نکرده، با این حجمه سنگین که سنگین تر هم خواهد شد مواجه شده. خامنه ای از قلم شریعت مداری گفت این روزها میبینیم که افراد و عناصر و بعضی برنامه های تلویزیونی که چشم خودشون رو بر کثیف‌ترین اتفاقات اخلاقی و مالی و فرهنگی بستن و تا الان در برابر همه اینها نه تنها ککشون نگزیده که نقش مالکش رو هم بازی کرد. به هر حال چیزی که فعلا قطعی به نظر میرسه اینه که تاج به زودی توی دادگاه به خاطر پرونده ویلموت و از اون مهمتر اختلاس 92 هزار میلیاردی فولاد مبارکه و یه سری پرونده های دیگه که هنوز دلیلش مشخص نشده محاکمه میشه. برخی از نماینده های مجلس که نمیتونن مستقیما توی کار فدراسیون دخالت کنن، با استیضاح سجادی وزیر ورزش شروع به اعمال فشار به رئیس جدید فدراسیون کردن.